وقتتون بخیر بینندگان گرامی و خوش اومدید به بحث روز. دو سال از جنبش ژینا یا به تعبیری دیگه انقلاب ژینا گذشت. در این بحث روز به بررسی این دو ساله جنبش ژینا، تاثیرگذاری این جنبش بر جامعه و چقدر مردم، ملل تحت ستم، اپوزیسیون از این جنبش آموخت و چقدر فرصت ها رو شاید از دست دادیم، برای بحث در این باره در خدمت جناب سیروس ملکوتی، کنشگر سیاسی هستیم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. جناب ملکوتی، خیلی ممنون از اینکه با ما هستید. ما درود متقابل به شما آرمان عزیز و بینندگان بسیار فرهیخته شما. جناب ملکوتی، دو سال از جنبش ژینا گذشت. به نظر شما چه درسایی رو ما به صورت عام، چه ملل تحت ستم، چه دیگر آزادی خواهان ایران، چه اپوزیسیون، کل مردم ایران رو اگه بهش بنگریم، چه درسایی رو از این جنبش آموختیم و چه چیزایی رو که نیاموختیم؟ من فکر میکنم نیاموختن ما از جنبش ژینا به صورت کلکتیو بیشتر بود تا آموختن ما. یکی از مهمترین پیام‌های جنبش ژینا همبستگی بود، همایش سراسری بود. آنچه به صورت کلکتیو انجام شد از همگسستگی بود، بنابراین ما نیاموختیم، ما اون پیام رو اجابت نکردیم. ما به صورت کلکتیو، نه به صورت افراد یا این حزب یا آن جریان سیاسی، بنابراین نیاموختن های ما آشکارتر بود تا آموختن های ما. آموخته های ما به صورت فردی میتونست اینجا و آنجا شکلی به خود بگیرد، معنایی به خود بگیرد و ارائه بشود. جنبش ژینا هم مانند همه جنبش های دیگر از یک نگاه آسیب شناسانه کلکتیو به دور بود. ما ننشستیم با هم مانند همه دیگر دوره ها با هم گفتگوی داشته باشیم، چون به گفتمان سیاسی در شکل کلان خود باور نداریم، اما گفتمان در شکل محفلی و مسلکی خود را همیشه همواره داشتیم. ما گفتمانی نداشتیم تا معایب، ضعف‌ها و نقاط قوت جنبش را درک کنیم، بشناسیم، تا بتوانیم در برآمد دیگری از جنبش دیگر سربلندتر و بهتر حضور بیاییم. برای این یک نیاموختن دیگری بود که ما طی کردیم در این مدت. آموخته ما، اگر کلکتیو بتونیم این رو، یعنی مربوط این، اگر ادعا بکنیم که همه ما این دریافت رو داریم، شاید این مهم باشد، این دستاورد مهم باشد که سالها گروهی، جریاناتی، مردمی، انسانهایی در این سویا، در اون سوی مرزها، مردم ایران را نکوهش می کردند، توهین‌آمیز، تحقیرآمیز نکوهش می کردند که چرا نشستی، چرا بر نمی خیزی، نگاه کنید چه بلایی بر سر شما می آورم، چه توهینی به شما می کنم و شما نشستید. صف نظری را نشان می دادن، می گفتن این شما هستید، خجالت بکشید، در صورت که مردم نبودن ضرورتن، یا بخش اعظم مردم نبودن. آنها که در همه جوامع وجود دارن، لایه آغشته به جهل و فرصت طلبی بودند و هستند، هنوز هم هستند، فرداها هم خواهند بود در کسبتی دیگر، در لباس دیگری. بارهای توهین ها شده بود، اما واقعیت چه بود؟ واقعیت این بود که اینانی که این گونه به مردم توهین بار و خطاب بار سخن می گفتن،
داشتن فرافکنی میکردن، حقارت درونی خودشون و بیعملی خود را داشتن این گونه فرافکنی میکردن. مردم طی تمامی این 45 سال که در خیابان ها بودن، در میدان مبارزه بودن، خون دادن و جان دادن جوانان ما که مربوط فقط به جنبش مهسا، جنبش ژیان بود، از همون ابتدا مبارزه جریان داشت و هرگز قطع نشد. در میانش فاصله ای بود ولی هرگز قطع نشد. هرگز دادخواهی مردم ایران پایان نیافت. جنبش دانشجویی رو مگر در دهه اول و دوم فراموش کرد؟ جنبش زنان که همواره وجود داشت مگر فراموش کرد؟ مگر فراموش کردیم کردستان قهرمان رو؟ مگه فراموش کردیم دادخواهی مردم ترکمن صحرا را، دادخواهی مردم بلوچ را، دادخواهی مردم خوزستان، تشنه خوزستان را که همواره بیان می شد؟ مگر فراموش کردیم اعتصاب و تظاهرات کارگران را و انباعی از جنبش ها که در میدان زندگی در خیابان فریاد حضور داشتن؟ این بار اما جنبش برخواست با یک حادثه. همیشه هم اینطور. مگر همین مردمی که توهین میکردن، تحقیر میکردن، نمیگفتن چرا در تونس یک حادثه توانست یک انقلاب ملی بیافریند؟ دیدیم در ایران هم آفرید. در ایران هم جینا حادثه ساز یک جنبش ملی بود، جنبشی که فراتر از تمنای ملی خود را به جهان رساند و احترام جهان را به خود جلب کرد. امروز صحبت از جنبش جینا، جن جیان آزادی در سراسر جهان می شود. در اروپای دموکراتیک صحبت از این جنبش می شود که می بایستی از آن بیاموزند و به جا بگذارند. بنابراین آموخته ها بسیار است. فقط ننشستیم با هم دیگر. آزادی در سراسر جهان می شود. در اروپای دموکراتیک صحبت از این جنبش می شود که می بایستی از آن بیاموزند و به جا بگذارند. بنابراین آموخته ها بسیار است. فقط ننشستیم با هم دیگر، یک جنبندی بکنیم و به یک گفتمان تبدیل بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، ضعف های خودمان را بشناسیم و قوت های خودمان را بهتر بسنجیم. خب و همه می دانیم که شعار اصلی جنبش جینا جن جیان آزادی یا زن زندگی آزادیه. چقدر این شعار در جامعه ایران به صورت کلی، نه فقط صرف کردستان نیست، همه ایران، چقدر این شعار ریشه دوانده و چرا؟ شعار زن زندگی آزادی ریشه عمیقی در جامعه ایران دارد، نه به دلیل یک جنبش با این عظمت و به این شکوهمندی خودش، به دلیل ریشه های عمیقی که این شعار از آن برمی آید. زن به معنای تبعیض، مفهومی از وجود تبعیض در جامعه، چه جلوه و نمادی بهتر آشکارتر برای تبعیض که زن باشد. زندگی، حق زیستن، حق بهره بردن از زندگی، مانند همه انسان‌های جوامع مدرن و بهره‌مند از حق و حقوق انسانی. آزادی که خواسته نسل جوان در رهایی از اسارت‌هایی است که از آن اون نیست، از آن این نسل نیست، از آن هیچ کس نیست، از آن حرمت و کرامت هیچ انسانی نیست. بنابراین این سه شعار ریشه در تمنای مردم ایران داشت
و برگرفته از یک تجربه مبارزاتی که پیشاهنگان مبارزه در کردستان آن را به جامعه ایرانی تقدیم کردند. این پیوند رو هرگز نباید فراموش کرد، این ریشه رو هرگز نباید فراموش کرد. در واقع همامیزی دو تجربه و یک تمنا با هم بود. بنابراین ریشه بسیار عمیقی شعار زن زندگی آزادی دارد و پایانم نمیپذیرد. حتی پسا پیروزی هم زن زندگی آزادی باقی میماند تا بتواند دستاوردهای آزادی و زیستن و ضد تبعیض را همچنان بگستراند و این کار را خواهند کرد. حالا پس از 2 سال پس از جنبش ژینا ما داریم در مورد این جنبش صحبت میکنیم. امروز این جنبش در چه شرایطیه؟ امروز جنبش به 2 گونه دیده میشود. یک جلوه این جنبش نگاه کردن به بیان زخمهاییست که هر روز جلوه میکند، زخمهایی که بر تناب دار می نشیند و بر دل ما، زخمهایی که بر تن این و آن عزیز شلاق خورده می شود و ما درد مشترک را حس می کنیم، قتل خاموش مبارزان در این و آن اسارتگاه و بازی حکومتی در تسخیر این شعار، وارد اجتماع شدن، به کارگیری این عبارات، در تغییر دادنشون، در تغییر معنا دادنشون. در این راستا بسیار هم در برون از مرزها همراه هستند. بسیاری بر این باور بودند که میبایستی متممی بر شعار زن زندگی آزادی بیاویزند، آن را تبدیل بکنند به شعار مردانه، در صورتی که وقتی از زن صحبت میشد جلوه‌ای بود، نمادی بود از تبعیض که همه مردان را هم شامل میکردید، اما جلوه مشخص از زن بود، نه به معنای اینکه جز زن در ایران هستی دیگری دیده نمی شد. و این نگاه سطحی و کودکانه بود که این هموطنان ما به این شعار داشتند. امروز در متن جامعه می بینیم این شعار زمزمه می شود و در لحظاتی فریاد می شود. هیچ شعاری دیگری نتوانست جای شعار زن زندگی آزادی را بگیرد و هیچ کس نتوانست جایگزینش سازد. این شعاری نیست که بتوان خاموشش کرد، کتمانش نمود یا برایش مؤلفه های دیگری پیدا کرد، تعاریف دیگری به دست داد. زن زندگی آزادی میماند تا پیروزی. خب شرایط فعلی که مشخصه، پیشنهاد شما برای گذار از این شرایطی که امروز جنبش در اون قرار داده و همه مردم ایران در اون قرار دادن، چه اپوزیسیون، چه مردم، چه آزادی خواهان، پیشنهادات من فرق چندانی نکرده با آن چیزی که من در همون اوائل با شما هم صحبت کردم، مطرح کردم. من هنوز معتقد به همایش گسترده سیاسی و همامیزی شده با همه مردم ایران هستم برای به وجود آوردن حداقل‌هایی از خواسته ها، ائتلافی بر سر این حداقل‌ها هستم. انتقاد من بر جای خود هنوز باقی است. اگر یادتون باشه در رابطه با ائتلاف مطرح کردم، آنان که جمع شدند و ائتلافی رو رقم زدند یک اشتباه در معنا سازی کردند، اینکه آن ائتلاف نمیتوانست نامیده شود، بلکه در نهایت میتوانست کمیته پشتیبانی از جنبش
زن زندگی آزادی باشد. ای کاش این کار را می کردم. و من فردای همون روز که این پیشنهاد مطرح شد، یعنی در روز اول ژانویه این را نوشتم که می بایستی ما این را تبدیل به یک کمیته حمایت از جنبش بکنیم، کمیته که بتواند همه شخصیت ها و نهادهای اجتماعی مدنی ایرانی و جهانی را درون خودش دعوت کند و میزبان باشد. ای کاش می توانستیم این کمیته را برقرار کنیم. فقط به این توجه کنید که در آن زمان و ماهای بعد از آن چه حمایت جهانی این جنبش کسب کرده بود. ای کاش که همین حمایت ها با در یک کمیته خودش را معناسازی میکرد، مانند آن کمیته که بر علیه آپارتاد در انگلستان برپا شده بود. متاسفانه این اشتباه در درک و در اجرا باعث شد که هم ما به این مهم نرسیم، یعنی به این کمیته پشتیبانی نرسیم، هم ائتلافی صورت نگیرد، چون ائتلاف میبایستی میان احزاب و سازمان ها باشد، و هم گسستی رو در جامعه دامن بزند. گسستی که البته ریشه در این حادثه نداشت، ریشه در تک تک ما داشت، در نگاه ما که از آن نگاه سیاسی ما شکل گرفته بود طی این سالان. نشان دادیم که ما قادر به پذیرش همایشی فراتر از نگاه مسلکی نیستیم، و این از آموزه‌های آموزگاران سیاسی ما کمی ما رو دور کرده بود. آموزگارانی چون قاسم لوها و حتی شاپور بختیار و بسیار دیگر که پراتیک مبارزاتی را ارجع می داشتند به نگاه های تثبیت شده و مطلق گرای سیاسی، یعنی نگاه می کردن به معادلات روی زمین و موقعیت ها و فرصت ها و مبنای این به تعیین و تبیین سیاست می پرداختند. توان خود را بررسی می کردن، توان حکومت را بررسی می کردن و به این می رسیدن چگونه می توان این توان را گسترده‌تر کرد. هیچ طیفی، هیچ نیروی قادر نبود چه در آن موقع، چه پیش از آن، چه امروز و چه فردا، که به تنهایی بر جمهوری اسلامی غالب شود و مردم را حمایت کند، هدایت کند به سوی رهایی از این اسارتی که 45 سال دارن با جان و خون و زندگیشون تجربه میکنن. و مهمتر از این، مهمتر از جان من و شما، این سرزمین دارد از بین میرود، زادگاه ما دارد از بین میرود، ربطی هم فقط به این نقطه و آن نقطه ندارد، این جغرافیا دارد از بین میرود، از درون دارد میپرسد. شوخی نیست. فرسایش زمین، بی آبی و عدم مدیریتی که 45 سال این معضلات رو آفرید و آنها رو گسترده کرد، دردها و ضعف‌های رو برای آسیب‌های رو برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت که بخش از آن ترمیم‌ناپذیرند. حال من و شما اگر نتوانیم این گذار را هدایت کنیم، فراهم کنیم، آن توان را به وجود بیاریم برای این گذار، ما سهامدار این آسیب ها خواهیم شد بیان که خواسته باشیم. این رو فراموش نکنیم. و این شاید مهمترین درسی است که ما از این جنبش بسیار شکومن خواهیم گرفت. ام
آرزو میکنم تا زمانی که من هم نسلان من هستیم آزادی رو ببینیم، نه به خاطر اینکه لذت شخصی خود رو از اون بخواهم بیان بکنم، بلکه نسل ما دادخواه است، دادخواه ظلم و جور و جنایاتی که بر نسل من و نسل پیش از من حتی روا شده بود. بسیاری از مادران دادخواه ما چشم فرو بستن بیان که با آن دادخواهیشان برسن. بنابراین آرزو دارم که این اتفاق میمون به دیر نینجامد، هرچه زودتر صورت بگیرد. آرزوی دیگرم این است که مردم ما، نسل فردایی، هرچه زودتر به سعادت و سرور زندگی دست بیابند. و اگه سخنی هست یا سخن پایانی شما را میشنویم. سپاس از شما. بینندگان گرامی، همچنان هم که جناب ملکوتی اشاره فرمودند، خب جنبشی که تا امروز اومده با همه فراز و فرودهایی که داشته، نقاط قوتی که مردم از اون تونستن یاد بگیرن و خیلی چیزای رو یا خیلی فرصتها رو هم که مردم از دست دادن، همه اینا گویا اینه که این جنبش همچنان پا بر جا پویا هستش و با این همه فداکاری و مبارزه‌ای که تا امروز شده، امید بر اینه که این جنبش به مقصد نهایی خودش که نابودی و سرنگونی جمهوری اسلامی برسه. این بود بحث امروز ما. خدا نگهدارتون.